بنیاد جهانی آیت الله عظما شیرازی به مناسبت اعیاد ماه‌های رجب و شعبان و رمضان در نامه از سران کشورهای اسلامی خواست تا زمینه را برای آزادی زندانیان عقیدتی فراهم نمایند و جوانان جویای نام و خلاق را به کار گیرند در این نامه که نسخه از آن به خبرگزاری شیعه رسیده آمده است برای از بین بردن چالش های خطرناکی که امت اسلامی با آن روبروست لازم است تا حاکمان این کشورها سیاستهایی را در پیش بگیرند تا آزادی عقیده و پیشرفت در جامعه برای همه اخشار صلح طلب دست یافتنی شود این نامه افزود ما امروز در ماه پرفضیلت رجب، شعبان و رمضان قرار داریم که در آن شخصیت ها و نمادهای دینی عظیم و شن تولد یافتند و یا به شهادت رسیدند و شایسته است تا حکومت های کشورهای اسلامی در این ماه پربرکت این فرصت را قریمت بدانند و سیاستهای خود را تغییر دهند. این بنیاد در نامه خود آورده است، حاکمان کشورهای اسلامی باید دایره آزادی عقیدتی و آزادی بیان را گسترش دهند، تا در آینده شاهد زندانیان عقیدتی نباشید. زیرا علا رقم مغایرت این رفتار با آموزه های اسلامی، کماکان در کشورهای اسلامی شاهد آن هستیم. بنیاد جهانی آیت الله لطفا شیرازی، با اشاره به اینکه بر حکومت های اسلامی است که مسئولیت دولتی را به جوانان خلاق و پر انرژی بسپارند افزود جامعه ای که علما فرنگیان و متفکرین عام به علت بیان نظرات خود در ملع عام و یا در شبکه های اجتماعی روانه زندان میشوند و یا به جوانان فرصتی در اداره امور حکومت و یا اجازه تقسیم برابر ثروت را نمیدهد انتظار نمی رود که آینده موفق و پر رونق داشته باشد این نامه در پایان تاکید کرد حکومت کشورهای اسلامی فرصتی تاریخی دارند تا با اصلاحات سیاسی در راستای رهبری جامعه و در پیش گرفتر استراتژی صحیح برای رویارویی با آینده باعث رونق در اوضاع معیشتی و شکوفایی اقتصادی ملتهای خود شوند.